اون چیزایی که درس دادم و نفهمیدن آنلاین ها. خب یاسین من همیشه راست میگم. خب این برم فقط مرزی ایران پوره. سلام علیکم، بریم ادامه داستان. و چیزی که خیلی اذیت شدن دوستان آرای بود و کلی داستان گفتم تو آرایه ها. بریم اینو آرایه ها رو چجوری میشه دوباره داستانهاش رو براتون صحبت بکنیم. درسته؟ اذیت شده ایلیا سر آرایه ها. اوکی؟ ها؟ ببینید آرایه من انتظار ندارم همین اولش یاد بگیره، چون ترم معمولا ترمایی که بررسی مقدماتی میگن آرایه رو تعریف نمیکنه، ترم دومش میان توی پیشرفته قبل از اینکه شیگر و اینا رو صحبت بکنن یه ریز میگن که چی بوده که آماده بشن برای استفاده کردن. آرایه جز موارد آسون هم نیست، ولی میخوایم با هم دیگه دوباره پیاده سازی بکنم. آه من واقعا نمیصرفه برام بیام 10 تا متغیر تعریف بکنم و تو هر کدوم یه دیتایی بریزم، مثلا 1, 2, 10, 100, 200 هر لحظه تو دیتابیس دیگه. میام اینجا میگم let data براکت باز و بسته، این یعنی آرایه، همه دیگه آشنان. یه جور دیگه هم تعریف میکردم، چجوری بود؟ آها میگم year new چیکار log data و log year جان آره آره راست میگه، فکر کردیم حمله شده، چقدر هم ترسیدیم باید کنسل کرد. خب ما اومدیم و گفتیم این آرایه است، این آرایه است، آبجکت آبجکت هر جفتشون، پروتوتایپ داره، پروتوتایپ داره. آه پروتوتایپ ها رو باز میکنید میفهمید که چه توابعی رو میتوانید روی این آرایه استفاده بکنید. این تقلبه هستن برای خب همه رو نباید حفظ بکنم، من فردا برنامه میسه میام پروتوتایپ هاش میبینم اینو از چه توابعی میتونم استفاده بکنم، اگه میشه استفاده کنم، نمیشه ارتقاش بدم، یاد میگیریم بعد ارتقا بدیم. یک دو این مدل رو استفاده نمی کنن، دپریکیت شده. مدل اول که توی همه زبان مفسری هست، توی پایتون، پی اچ پی، نود، جاوا اسکریپت استفاده میکنن و ما هم از همین استفاده میکنیم. حالا اینجا سوال، خب گفتم میتونی توی این دیتا بریزیم، مثلا چه جوری بنویس از هر نوع دیتایی میتونی توش بریزی دیگه. به این آرایه نمیگم، میگن لیست، ولی حالا ما لفظ آرایه رو به کار میبریم. میگم تورنج 100 200 16 10 کریم، این علامت رمز من هم کریمه و میام اینجا لاگ و کریم اینجا جام دهش نیست عملیات رمزمون، دیتا رو میاد اینجا و میبینید که این دیتا رو گذاشتم. خب ببین خودش باز داره تقلب میده بهت. خب ببین من الزام ندارم همه رو حفظ بکنی یا یاد بگیرید، از خود بروزر کمک بگی. باز میکنی میگه ایندکس صفرم چیه؟ تو رج ایندکس آخر، ایندکس ایندکس آخر چیه؟ پنج. اصلا نمیچرخه اساس اون آدم دیگه. ایندکس آخر کریم درسته؟ میگه 6 تا شما خونه دارید و ایندکس آخرتون کریمه، در واقع 6 منهای 1 چون از 0 داره شروع میشه، 6 منهای 1 میشه 5 که میشه اون مقدار آخرتون. خب ما خیلی چیزها رو الان اینجا میفهمم. میام اولین کاری که میکنم پروتوتایپ هم رو که باز میکنم، اینایی که F گذاشته یعنی تابر، یعنی بعد تو تابعی صدا بزنید دیگه، تابر رو همه رو برده. اینایی که هیچی نذاشته پراپرتیه، یعنی میتونی توش ست بکنی، گت بکنی. من میخوام از این گت کنم، میام اینجا برمیگردم میگم data.length تو من بده پراپرتی، میام اینجا تمام 6 تا. حالا تو میتونی روی بازی کنی بگی منهای 1 5 تا،
بیا اینجا برگرد بگو چی؟ دیتا عدد میتونیم بده دیگه، صفرش چی میشه؟ تورنج. یکش میشه چی؟ مثلا صد. آخری رو میخوای در بیاری، خیلی راحت با این ترفند در میاری، دیتا دال لنس منهای یک، آخری رو در میاری. خب این تا اینجا سوال دارن؟ کافیه فور بندازید و اگر بگید آی و بیاید اینجا بگید دیتا دات لنس و بیا اینجا بگید چی؟ لاگ گزینه دیتا آی. تمام شد. چه اتفاقی میفته؟ کسی تو این مشکل داره تو اتفاق افتادن این؟ آی مساوی با صفره، صفر کوچکتر از 6ه، دیتا صفر رو نمایش بده، دیتا صفر در واقع تورجه و همینجوری تا به امتحان. اگر فکر میکنی سخته دیباگرتون رو فعال کنید، قبلا دیباگر توضیح دادم، بیایید استپ استپ برید جلو، الزام نیستش که حتما همون لحظه خروجی جواب بگیری که. بیا جلو استپ استپ ببینید در چه اتفاق میفته. میگه این رو داده، این یه آرایه است، خودش قشنگ برای اینجا بازش میکنه و اینجا نگاه کن آیت صفره، میای جلو آیت صفر کوچکتر از دیتا است، بله کنسول آی و اینجا الان بیاید دعوا تورج رو چاپ کرد، میره استپ بعدی یه دونه اضافه میکنه، دوباره همین است. این رو حرف من هم حساب نکن، خودت بیا ببین. تمام همه رو سوال درسته تا اینجا؟ خب تا به اینجا، تا به اینجا جا. نه تا به اینجا یا خدا چقدر سرد شد، باد میزنه از پایین. خب نه نه اوکی، نه من پاهم یخ میکنم اول. میاد اینجا الان دارید میبینید که کلی تابه داره، میخوام با پوش آشنا بشم. پوش اولیش پوش کردن یعنی چی؟ باز بحث دوست خوب اون برج هانوی رو قبلا انجام دادیم. گفتیم آقا شما دیتا رو میذارید، میاد اگه فرض کنید این یه دیتا هست، من همینجوری میذارم میان روی هم دیگه قرار میگیرم میان بالا. پس میتونم بیام اینجا برگردم بگم دیتا دات پوش مثلا بذارم تست، چه اتفاقی میفته؟ میاد تو آخرین مقدار در واقع اضافه میشه و اگه من لاگ بگیرم مقدار دیتا رو، میبینید که تست اضافه شد. پاپ چیکار میکنه؟ برمیده. تمام شد. لاگ دیتا دقیقا یه تابه دیگه داریم به نام شیفت آن شیفت، میان اول رو کم و زیاد میکنم، میان میگه دیتا داد آن شیفت، من میان میگم تست و لاگ دیتا و همه رو آتی. میخوام پاکش کنم دیتا دات شیفت گزینه لاگ گزینه دیتا، چهار تا تابه، 20 خورده تابه داره، چهار تاش که بعد یاد میگیره که کدوماش مهمه. پوش پاپ اون شیفت آن شیفت الان میسازم. سوال تا اینجا گزینه ای داریم به نام دیتا دات ریورس، یه تابع دیگه ریورس چیکار میکنم؟ حالا اینا من هی میگفتی تابع رو چی میشه حفظ که، من که حفظ نمیکنم، من دونه دونه میگم میام پایین، میام اینجا برعکس میکنم لاگ دیتا، بهت بگن دیتا رو برعکس کن، خب باید بتونی برعکس کنی دیگه، به چه دردی میخوری؟ فردا دیتا ها داره از سمت دیتابیس میاد، خبر اول خبر دوم خبر سوم خبر چهارم خبر پنجم خبر مثلا دهم، بهت دارم میگم میگن 4 تا خبر آخر رو بذار، 10 9 8 7 چهار تا خبر آخره، چیکار میخوای بکنی؟ این اینجوریه، برعکسش کنی میاد بالا دیگه. تمامش ریورس، چهار تاشو میخوام بردارم دیگه، چه جوری چهار تاشو بردارم؟ یه لت بزنیم به نام ریزالت، چهار تاش رو میخوام
بردارم. نمیخوام به آرایه در واقع اسلایس، نمیخوام دقیقاً چیزی که داره میگه، نمیخوام با آرایه چی بشه؟ دست بزنم. میام میگم data.slice. slice میگه از چند؟ میگم صفر. چند تا اندت کجاست؟ میگم سه. نه دیگه بریم تا چهار، چون صفر یک دو سه رو هم. حالا به اینجا برمیگردم میگم log مقدار دیتا، log مقدار results. میام اینجا چهار تا رو برداش. یه اینا چیزایی که تو پروژه ها بهش برخورد میکنم، به خاطر من اسلایس رو بدونی چیه یا ریورس رو بدونی چیه. اینه شیفت آنشیف که به درد ما نمیخوره. به این صورت من اومدم چهار تا دیتا برداشتم، ریختم توی ریزالت، دیتا هیچ آسیبش نرسید و این برم ریزالت رو گرفتمش. سوال؟ سوال ندارم؟ اسپلایس چیکار میکنه؟ اسپلایس کات میکنه. الان میگه از صفر چهار تا برداشت. اینم از صفر چهار تا برداش. اسپلایس کات. ببین ریورس سلایس اسپلایس. تموش. اینم بحث این مواردی که میگفتید سخته استفاده کردنش رو داریم میبینیم چجوری. حالا بیایم اینجا data.toString. تو استرینگ چیکار میکنه؟ لاگ میگیرم مقدار دیتا رو و تایپ آف میگیرم. این آبجکتی چه اتفاقی هم نیفتاد؟ چرا هیچ کاری نکرد به نظرت؟ تو استرینگ رو دقت کن، ابریویشنش رو باز کن، خروجیش رو ببین. از نوع چیه؟ ریترنه. ریترن میکنه. ریترن میکنه بعد بریزید کجا؟ توی متغیر. حفظ نکن. ببین چقدر راحت میشه جاوا اسکریپت رو یاد گیره. به همین سادگی. ریزالت توی متغیر. آره ریترن داره میکنه. آره دیگه. آره دیگه. آره یک میخواستم بگیرم ببین. لاگ بگیرید مقداره. result رو و type of result تاوش گرم سال حفظی نیست. اینم تو استرینگش کاربرد داره. البته من باشم از تو استرینگ استفاده نمی کنم. چرا به نظرتون؟ چون من این رو راحت به دام اضافهش میکنم. برای چی از چیز استفاده تو استرینگ استفاده؟ از تو استرینگ یه چیز مسخره میده. شما پروژه هم میخواید بگیر استفاده بکنید تو استرینگ، شاید اصلا تو صد تا پروژه هم بزن استفاده. میاد اینجا الان همین رو میخوام روی دام اعمالش کنم. دام چیست؟ دام چیه بنیامین؟ داکیومنت آبجکت مدل. دیگه یه تعریف دیگه بکن. داکیومنت آبجکت مدل درسته؟ تعریف دیگه نداره. نه مدل خیلی آدم رفته تا دکیمنت آبجکت. آها دکیمنت آبجکت. مگه تیری نبود؟ دام HTML بچه بامش. بچه بامش باش. این هد بود، بادی. من میتونم از این طریق برسم به کی؟ به این. میتونم یا نه؟ خب حالا با داکیومنت رایت میتونم توی بادی پیاده کنم دیگه. حالا فرض کن اینجا یه دیو داری با آیدی روت. چرا روت میذارم؟ چون ریاکتم روت. جلسه پیش گفتیم آقا شما اگر بخواید یک الیمنت رو بر اساس آیدی پیدا کنه از یه دستور استفاده میکنه. دستورش چیه؟ get element by id. درسته؟ حفظ نکنید میگه یه درخته. درخت رو بخواید بیاید این رو با این آیدی پیدا بکنه اسمش مشخصه. document.getElementById. میام اینجا یه ایندکس درست میکنم، مینویسم div با آیدی root و میام اینجا برمیگردم میگم که document.getElementById root
خب شک دارم این پیدا کردی یا نه، میگه اوکی، یعنی یه لاگ بده به من ببینم تو رو واقعا پیدا کرده. هر وقت المنتری میخواید پیدا کنی حتما لاگ بگیری. ببین پیدا کرده تمام اتریبیوتاشو، همه چیزش هم داره به دست اومد. پس هر وقت خواستید یه دونه دیتا رو بکشید بیرون، ناپو دیو آی دی روت پیداش کرد. هر وقت هیچی برنگرده پیدا نکرده، ولی وقتی پیدا کرد یعنی پیدا کرده، رفته توی درخت گشته پیداش کرده. بگو نه نه میبینم الان میبینم اینجا اینه به دست آوردم من. خب شما راحت میتونی این رو بریزینش، این خروجی داره ببینید، get element by id. خب خروجی چیه؟ element html element خودش داره میگه، میگه document get element by id خروجیش از چه نوعیه؟ element. میگه این ورودیش هم string، حفظ نکن، return reference to the first object. object یعنی چی؟ element with the specified value of the id attribute. در واقع میره این رو بر اساس id پیداش بکنه و برش میگرده id و گزینه root. پس من خروجیم از نوع elementیه، میتونم بیام اینجا برگردم میگم let root، یه متغیر درست کنم root. حالا بیام میگم root الان به تمام اتریبیوت های اون المنت دسترسی دارم. اگه من لاگ بگیرم مقدار روت رو ببین چی میاره، دیو و آیدی روت به تمام اتریبیوت هاش، پس من به همه چیش دسترسی دارم. و الان میتونم بیام بگم روت دات اینر html. اینر html چیه؟ پراپرتی هستش که از نوع پراپرتی گفتم ست و گت میشه. انقدر اینو تو ذهنتون داشته باشید، هم میتونی توش بریزی هم میتونی ازش بکشی بیرون. میام میگم اینجا html بیا بهم نمیدونم چیه، میام اینجا برمیگردم میگم لاگ ببینیم چی برمیگردونه. هیچی توش، هیچی نیست. ولی اگر توش یه چیزی ریخته بودم، مثلا ببخشید این بر مثلا بنویسم hello world، یعنی هلو ورد رو برمیگرد، درسته؟ پس پراپرتی هم ست هم گته، میتونی هم توش بریزی هم میتونی ازش بخون. حالا میام اینجا برمیگردم میگم تو رو من میخوام توش بریزم، داخل یه چیزی بریزم، چی مثلا؟ اوکی میخوام بریزم مثلا h1 هلو ورد، همه قبل خواهد بریزم، بیشتر نمیخواهد بریزم. ببینید اضافه کن، داستان قبلی ها چی بود؟ ببین من الان دارم ریاکتی کار میکنم، دام رو دارم آپدیت میکنم. ما توی ریاکت بعدا یاد میگیریم دام توی ریاکت این شکلی میشه، دام دو مرحله ایه، یه دام اینجا که مفهومش خیلی مهمه و در واقع این چیزی که اینجا ساختن رو با یه الگوریتمی ساختن به نام دیف. یه دوره سرچ بکن، یه الگوریتمی هستش توی کامپیوتر به نام دیف، بر اساس تغییرات از این ور به این ور میاد اعمال میشه. یه دونه هم این ور دارم به این میگم ویدام، ویدام ویرچوال دام. اینجا الان بادی من دو سه تا بچه داره، این یکیش اسکریپته، یه دونهش الان دیف و آیدیه روت. من اومدم به این گفتم یه دیتا به نام اینجا دقیقا همین هی ایمیج داره میگیره کی؟ دام. اینا هم رد و بدل دیتا داره، این ور دیو آیدی روت هست توی در واقع ریاکت هم میشه، یعنی دام اصلیه و اسکریپت نه، این ویرچواله، ویرچوال دام مجازی هست. اسکریپت اینجا اول دیتکت میکنه، میبینه آیدی در واقع تغییر کرد، به این اعلام میکنه که ببین تو تمام نودات ثابتن، تمام شاخهات ثابته، فقط اینجا یه دونه اضافه شد. این دیگه نمیاد همه رو تغییر بده، کدومو تغییر بده؟ فقط همین، به خاطر همینه که سرعتش خیلی زیاد. همین شد، اینه میمونه که من اینجا یه کپی داریم. خب
یه کپی بغل من وایساده، به کپیه مثلا یه لباس تنش میکنم. آقا اوکی خوبه، یه کد تنش کرد، کد که در واقع اعمال شد، طرف تیکو میزنه اینور من کد تنم میشه بدون اینکه هیچ تکونی بخوره. و تو فکر میکنی اه داره معجزه اتفاق میفته، نه معجزه نیست، در واقع انگار یکی اینور نامرئیه، یه تیری یا دامی از تو ساخته شده، روی این داره تست میگیره، رو تو خروجی رو میبینی. پس اینور توی ویرچوال لام داره تغییرات میکنه، تغییرات که اضافه شد اینور میاد اضافه میشه و به همون مسیر هم اضافه میشه. الان نگاه کنید توی دیو آیدی روت اومد اضافه شد. خب نصفه که من میمیشتم document.write میومد میرفت زیر اسکریپت اضافه میشه. نمیخوام دیگه اتفاقات بیفته، میخوام درست مثل آدم قشنگ بنویسم. خب میام اینور، الان من اومدم این رو گذاشتم. خب بگو داخلش میشه پولیش شکنده ها؟ نه محلش می. میام اینجا اینو فعلا تو ذهنم هست، میخوام تمام دیتا هایی که اینجا هستش رو بریزم توی دیو آیدی روت. خب چیکار میکنید؟ ببینید ما گفتیم که شما چندین حالت میتونید رو دیتا ها پردازش انجام بدید. for while do while for each map filter find، اینا همه بودن دیگه درسته؟ بریم با for each کار بکنیم. اول for each خروجی بر نمیگردون، print story بود و اتفاق بعدی که میتونست بیفته اینه که میتونست روی آرایتون تأثیر منفی بذاره و تأثیرات رو اعمال بکنه. درسته؟ میام اینجا برمیگردم میگم که خب دیتا، پس تو یه لاگ ما بگیریم اول از تو. من میام اینجا یه دیتا میذارم و این رو که باز بکنم و بیام اینجا یه پروتوتایپ بذاریم. اینجا یه فوریچی باید داشته باشه ایناش، پس من میتونم فوریچ بزنم. خب این از این خیالم راحت که من روی میتونم فوریچ بزنم. من میتونم بیام اینجا برگردم بگم دیتا دات فوریچ. فوریچیه اری، متدیه که برای اریه، حالا کاری نداره، یه حالت اینترفیس بهش میگن. خب اینا رو رفتی تایپ اسکرین متوجه میشید، این میتونه تایپاش در واقع از نوع استرینگ باشه و نامبر باشه و بولین هم میتونه باشه. بچه بولین یه نوع اصلا نامبر توری، حالا من در مورد اینا زیاد صحبت نمی کنم، صفر یک اندی میگه for each یه کال بک فانکشن میذارید و کال بک فانکشن میتونه در واقع ایندکس نامبر داره، اری داره، نامبر داره، اینا جلسه پیش تو صحبت کردیم، میتونه اینجا در واقع مقادیر قرار بگیرن و خروجیش از اون وایده. واید یعنی که در واقع بیاد براتون حالت چاپ داشته باشه. میام اینجا اینم کال بک در مورد ار صحبت کردیم جلسه پیش و به این صورت قرار میگیره و من میام به این ورودی میدم مثلا مثل الم. میتونم بیام اینجا و برگردم میگم یه لاگ بده به ما گزینه الم رو و همه رو بده خونه. این فور آف که میومد میخون، این اومد همه رو خون. اینه یه جور دیگه هم میشه نوشت. بگو محمد یه جور دیگه هم میشه نوشت فور چاپش کنیم آی ما دیتا رو چاپ کنم دارم دیتا دات لنس و لاگ مقدار دیتا آی. درسته؟ این هم درسته دیگه. ببین یه جور دیگه باز میشه نوشتش. بگو ماما وایل هم داریم، فور آف هم داریم. درسته؟ دیتا میتونم بیام میگم لاگ بگیر مقدار دیتا چیز آیتم رو. درسته؟ این هم همونه دیگه. ببین یه دونه دوتا دستور نیست، هر کدوم عشقت میکشه استفاده کن. من دوست دارم فوریچ رو نکن، من دوست دارم فور آب بزنم، من دوست دارم فور بزنم، وایل بزنم، اوکی. ولی خب اینه جا افتاده است، میگه آقا میخوای روی آرایه این مقدار رو پیاده بکنی، بیا به این شکل پیادش. خب
من میام اینجا، من میتونم حالا ایف بذارم و else بذارم، کار مختلف انجام، اینا رو انجام دادیم جلسه پیش. حالا آب خوردم، من میتونم میام اینجا برگردم بگم خب اوکی لایک بگیرم و ببینمش. خب من این متغیرم گرفتم، میخوام این دیتا رو بریزم توش. قبل از اینکه بریزی داخل ایشون، بیا یه let html مثلا یه چیزی درست کن از نوع string و اینجا برگرد بگو html پلاس مساوی، اینا رو قبلا گفتیم، مثلا div un یا div div خالی و h for میگم lm و تمام. الان اگه لاگ بگیرم مقدار HTML رو شما چی میبینید؟ به اندازه لنس این دیف خواهید دید با H4 که داخلش LM دیتا ها تورج و صد و فلان اینا داره نمایش داشت. حالا همین رو میخوام به این دیو روت اضافه بکنم. کاری که داره ریاکت میکنه دیگه. تو الان اینو ساختی؟ آره آقا من یه سری نود ساختم. الان نگاه کنین، من نود ساختم ولی نوداهام رو این دیو اولی با H4، این دیو اولی من میسم دیو 1، این دیو دومی با H4، این دیو سومی با H4، همینجوری تا تا. خب یه نود ساختی، اینو باید بدی به کی؟ به این. میاد به زیر مجموع اضافه میشه. یه درخت جدید ساختم سمت زیر دیوروت. خب برمیگردم میگم چی؟ آره دیگه، همین کاری که ریاکت هم میکنه به خاطر همین. روت دات اینر HTML گزینه HTML تمام. اوناش میای اینجا المنت دیو اینا حالا برو CSS فهمید چی اضافه میکنن؟ همین الان انجام میدیم.